مادر نیکا باید بشن شاکرمی، مادر محسا باید بشن امینی، برادرشون دایره به دست با موسیقی میرن سر خاکش. گردهای ما سرزمین دلیر آریایی گردستان همیشه همینطور بوده، در سوک یاران موسیقی و آواز هست. این هم ببینید شما، آواز هست، ازا نیست، ازا مال تازیه بوده و هست. وقتی رژیم اینقدر داغون شده شما به چی بند کردید؟ از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ حجاب تموم شد، حجاب این نشان صحراگردی تازی تموم شد، هیچ کس دیگه به سرش نمیکنه توی ایران. حالا سینما میخوان فردا را ندن، مترو را ندن، دم موزه را ندن، اونجا بزنید اینا رو، یه نفر که بیشتر نیست، یک الاغ رو اونجا گذاشتن که شما رو اجبارتون کنه که روسری سرت کنه که وارد مترو بشی، هشت نفری برسید لطفارش کنی خونینش کنید. همینا میترسن میرن، چون الان اینو من به شما بگم، اینو من به شما قاطع میگم، نیروهای انتظامی با شماست، نیروهای امنیتی بسیارشون با شماست، این چهار تا پنج تا حرامزاده که میبینید اینور اونور هستن، اینها بیگانن، تازیان، اینها تازیان بیگانه هستن که هر روز میخوان ایرانی رو بدتر از دیروز کنن، منفورتر از دیروزش کنن و این بلا رو سرش بیاره به نام دین و پیغمبر و ام. شما اصلا همه اینا رو روی بیخشو بزنید، بگه اصلا من مسلمان نیستم. اکس مسلمان در دنیا الان کولاک میکنه، برید روی اینترنت ببینید اکس مسلمان، مسلمانان سابق، میگه اصلا من مسلمان نیستم. چی میگی؟ من زرتشتیم، روسری سرم نمیکنم. من ارمنیم، روسری سرم نمیکنم. من بهاییم، بهایی که بنده خدا دارن میکشن، اذیتشون میکنن، بهایی که بهایی کردن سیر فشاری که الان مقاومتی که بهاییم میکنه که هیچ کدوم از شما نمیکنید، که همه انسانهای نابغه نخبه، چون استعمار و این تازی ها نمیخوان ما نخبه و نابغه داشته باشیم، اینا میگن که یکی از بین میبرن، زندان، شکنجه، قتل هم. به هوش باشید، به پا خیزید، بگید ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما تازی نیستیم. اونی که جلوی توری میگیره دم مترو دم فلان، اون زنه پیرپاتال چغندر خالصوسیه که میاد تو رو میخواد زور کنه زر میزنه تو متری برمون، باید 20 نفر اولاق ها بریزید رو سرش، زن و مرد بزنیدش. وقتی اینا کتک بخورن که دیگه میگن از غلط های تازی بکنن سرزمین ما. شما ببین خود عربستان سعودی کجاست، وقت عربستان سعودی صحراگردان در فضا
ملاها در خلا. رژیم جدید سعودی ها مکعبی است که 400 متر ارتفاع دارد و وسعت آن به 2 کیلومتر میرسد و قرار است با هوش مصنوعی و متاورس دروازه ورود بشر به دنیای جدید باشد. عربستان میخواهد در این آسمان خراش مراکز مختلفی از جمله هتل تا ساختمان های تجاری و تفریحی را در آن بگنجاند. بر اساس خبرهای منتشر شده به نظر میرسد که طراحی داخل مکعب چیزی شبیه به یک جهان واقعیت مجازی خواهد بود. این تجربه فراگیر اجازه میدهد وقتی پا به داخل این ساختمان میگذارید بتوانید فضایی مثل مریخ یا درون اقیانوس ها را تجربه کنید. این پروژه که شباهت آن به کعبه بی علت نیست قرار است در مرکز شهر ریاض قرار بگیرد و این پروژه تا سال 2030 به بهره برداری میرسد. پایوران نظام خود ولایت فقیه دیگه قبولش ندارن. این یه آقایی به نام مهدی نصیری، ایشون نماینده ولی فقیه بوده توی کیهان، بعدم به مسعود دهنمکی کار میکرد، بعدم یک نشریه اینا در میبودن که اینقدر فاشیستی و فالانجی بود و سالهای قدیم که بیا ببین آقای آدم ببین چجور ترتیب رهبرش میده. میگه همه این بدبختی مالی رهبره. چون چرا میگه اینا؟ چون میدونه رهبر مرده، میدونه که یک عروسک کامپیوتریه که توسط روسیه داره اداره میشه. روسیه یک عروسک اونجا گذاشته شبیه او هم هست، بعد از چند میاد یه نطقی میکنه و میره. اینا همه میدونن، اینا نزدیک بودن به خامنه ای، میشناسن، میدونن روسیه توی ایران داره حکومت میکنه، قتل عام، کشتار. برای همین بسیاری از در مواضع مختلف امنیتی اطلاعاتی با شما مردم هستن، پلیس، سپاه، خیلی با شما هستن. شما باید خودتون نشون بدین، بعد ببینین اونا از شما حمایت میکنن. همون هنگامی که جنگ و دعوا و درگیری تو خیابون بود مگه یادتون رفته؟ پلیس میزد، میگفت ولش کن، 10 تا فیلمش شما ایشون دادم. الان هم شما وقتی یک کره خری که وای میستی یک جایی میگه خانم چادر تو سرت کن، خانم فلان سرت کن، خواهد سرها را فهمشید بگیرید یقش و اندازین زیر دست پا لش کنید، پلیس از شما پشتیبانی میکنه. من به شما قول میدم اینا. این مهدی نصیری ببینید چجور فاضلا بیزیر سر کنید. تاریخ اسلام حکمرانی پیامبر و حکمرانی امیرالمؤمنین با هیچ موردی مواجه نیستیم که کسی را به خاطر بی‌حجابی یا به خاطر شل‌حجابی مجازات کرده باشه. هیچ سند تاریخی اصلا نداریم. یعنی شل‌حجابی بوده، بعضن بی‌حجابی بوده. امام گفتن برجام زهر یا طلاست، خب من معتقدم برای مردم طلاست، ولی برای مقامات تا اینجا که تحریم طلا بوده و برای اون البته جام زهر. امیدوارم یک مسئله بسیار مهمی که امروز باید بهش یادآوری بکنم این جریان دولت موقتی است که اعلام شد و شخصیت های برجسته‌ای درش بودن که یک تعدادشون با هم همراه شدن. بعد الان شاهزاده رضا پهلوی رو، رضا، پرنس رضا رو دارن اذیتش میکنن. اذیت کردن پرنس رضا همون خواسته های اهریمنی است که میخواد تفرقه بیافرینه تا جنبش رو از هم بپاشونه. این تفرقه انداختن و جنبش را از هم پاشوندن توسط هر کسی که صورت بگیره خیانت به ملت ایران و به خون شهدای این از سپتامبر تا به امروز. بدین رو اولا من میخوام اینجا قاطع بگم که شخصیتی مثل امیر طاهری یکی از گنجینه های تاریخی ماست. امیر طاهری به چند زبان صحبت میکنه و یک ژورنالیست برجسته، نه تنها ایرانی، نه تنها برای ایرانی، نه تنها برای جهان عرب، برای دنیاست، برای دنیاست. ایشون وجودش هر جا باشه باعث افتخاره. افتخار میکنیم هر جا که امیر طاهری باشه. بدین ترتیب خود امیر طاهری یک حزبه، خود امیر طاهری یک اندیشه قوی است. کسی جرأت نداره امیر طاهری رو سانسورش کنه. امیر طاهری شاهین نجفی خواننده است که جرأت و شجاعت و گستاخی رو که داشت مثل بقیه افشین فروتن، مثل گروه بالگرد، مثل خیلی از بچه های دیگه، مثل داریوش که اومده و اخیراً هم ترانه‌های خیلی خوبی خونده، بیگانه در این حال است. شاهین نجفی یکی از قدرتمندترین آوازخوانان نوین و انقلابی و خردگرا و ضد دین تازی بوده است. وجودش هر جایی باعث افتخار. بدین رو من میخوام اینو بگم، ما هر کی رو ببریم بالا همونجا پایینش میره. بالا بردن آسان، زمین زدن آسان. بعضی وقت میرن بالا نمیفهمه از کجا رفته بالا، نمیفهمه، فکر کنی
خودش رفته بالا مثلا نه باشه. اگر رعایت امور نشه میفتید پایین، با افتادن پایین شما انقلاب به تأخیر نمیفته، شما از محدود خارج میشه. تا حالا توی 43 سال ببینید چه کسانی اومدن از محدود خارج شدن. بعد وقتی که شما پشت یکی میگیره لازم نیست همه بدونن، اگه همه بدونن فوری هدف نشان فلان اینا. خیلی از موارد بر اساس سنت دیرین 7700 ساله آریایی از زمان ایلامیان تا به امروز، شما به تاریخ مطالعه بکنید ببینید ما از چه مخمسه هایی عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم و چه نفوذهایی بوده که ایران به اینجا رسیده. اگر نفوذ نبود مگه 43 سال ایران اینجوری میموند؟ اگر نفوذ نبود مگر این همه انتشارات و نشریات و کارا و فلان تو ایران میشد؟ این همه فیلم ها ساخته میشد، 50 ساعت فیلم بسازه که فقط 20 دقیقه به تو پیام بده، اینا همه؟ یا کتاب های مهم رضا شاه تو ایران چاپ بشه فلان بشه، یا مثلا برنامه های تلویزیونی زمان شاه همه عظمت شوکت اینا خارج شد، الکی خارج شد؟ اینا نفوذ، عناصر نفوذی بودن و هستن و همیشه کار کردن میکنن. الان همین عناصر نفوذی اگر چهار تا دو تار بردن بالا، اینا اگه پول روی بکنن، پنس رضا پهلوی خودش، حزب خودش، گروه خودش، جریان خودش تشکیل میده و همه شما وقتی به رضا پهلوی پیوستید اون میره بالا، رضا پهلوی اون ارگانیزمش میره بالا، اونان که میان پایین. و همین دلیل رضا پهلوی شما بهش بپیوندین و اساتیدی مثل استاد امیر طاهری حتما شما نباید تو اون جایگاه اونجا بشینید، نه خودتون جایگاهی که بسازید فردا اجتماع 1000 نفره 2000 نفره برگزار میکنید. تا این 43 سال از نخستین روزی که ما شروع کردیم به اجتماع برگزار کنیم، اجتماعات ما زیر 1000 نفر نبود، زیر 1000 نفر. تازه پول ورودی هم ازشون میگرفتیم زیر 1000 نفر. یه بار داریوش عزیز که اینجا آمده بود برنامه میخواست برون، موقعی بود که سال 96 ما اعلام کرده بودیم برای بازگشت به ایران و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تیکر نکردیم، پشتش نبودیم، 10 نفرم بلیت نخریده بودن. بعد داریوش وقتی رفت توی رستوران جت ست، مال دوست عزیزم فرزاد وحیدی در شانزلیزه، رفت اونجا و صحبت کرد، گفت دیشب ما اونجا هیچ جور شده جفت، ولی ما تازه حالا فهمیدیم که پاریس تنها شهریه که مردم فقط برای خواننده نمیرن توی سالن، کسانی که کارگردانی میکنن، تهیه کنندگی میکنن، برنامه گذاری میکنن مهمه. و این مهمی بوده از ما هرگاه اراده بکنیم با مری از دال پاک اجتماعات 1000 هزاران نفر میتونیم برگزار کنیم و اصلا به سه چهار نفر هم اگه یه جایی راهشون دادن رفتن فلان رفتن پشتیبانی اینا کسی اینا راه نمیداد مرسی. خانم آقایون خوشکم، باز هم یه دست آنچنانی برای بند ما بزنید.
ماشاءالله یکی از یکی ماهتر.